سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو سومین قسمت از برنامه سیمولیتور یا همون سیمولیشن، یا بهتر به زبان فارسیمون بگیم که همون شبیه سازه. در خدمت دوست عزیزمون هستیم که دو قسمت قبلی رو دیدید. این قسمت سومه از برنامه سیمولیشن و اینکه یه موضوع خیلی جذاب داریم. این قسمتمون همونجوری که قسمت قبل گفته بودیم در مورد متریالیسم هستش. یه مقدار استاد توضیح بده. حالا قبل اینکه البته توضیح بدی، سلام علیکی میخوای بکن شما. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همینطور شما میلاد جان. خیلی خوش اومدید که افتخار دارید به ما اومدید تو این برنامه. و بدون به نظر من معطلی بریم صحبت بحثمون که ببینیم چی بودش، متریالیسم چی هستش، یکم بیشتر توضیح بدید. همونطور که وعده داده بودیم هفته پیش راجع به متریالیسم میخوایم صحبت کنیم. حالا کاری خوب به معنی متریالیسم نداره. معنیشو میخوام با یه مثال ساده که قابل درک باشه به ذهنه شروع کنیم. شما فکر کن که آیفون 4 داریم و خیلی قدیمیه دیگه، الان تو خیابون دستت بگیری همچنین یه خورده جالب نیست برد، خیلی مثلا شاید جالب میکشی، خیلی قدیمیه. متریالیسم رو به این شکلیه، چون یه چیز قدیمیه، یعنی شما دوست نداری دستت بگیری. این دقیقا همون موضوعی هستش که قراره راجبش صحبت کنیم تو این جلسه. خب یه مدو بازسر میکنیم ببینیم بحث داستان چیه. توضیح بیشتر متریالیسم کلن وابستگی به یه چیزی، چیزای پیش پا افتاده است. بذار بیشتر برای توضیح بدم این متریالیسم. کسی که واسه یه لباس $10,000 هزینه میکنه سرمایه کمتر از $1,000,000 داره. کسی که میاد مثلا $1,000 هزینه میکنه سرمایه بیشتر از $1,000,000. و یک کسی که میلیاردره، بیلیونره، یا مثلا زیر $1,000 $900 لباس. دقیقاً یعنی میخوام بگم که برعکس میشه، یعنی شما هر چی یارو پولش بیشتر میشه کمتر میاد مثلا روی لباسش بخواد گیر بده و مثلا چیزای خیلی دم دست. دقیقاً با بالا رفتن آگاهی و ثروت اشخاص دل وابستگی، یعنی چجوری بگم، وابستگی و حس متریالیسمی افراد کمتر میشه. اون افراد بیلیونر، یعنی میخوام بگم که هر چقدر این ثروت میره، آگاهی میره بالا، وابستگی به متریالیسم توی یارو کمتر میشه. یعنی میگم مثلا پول خوشبختی نمیاره. اون که 100% که چه به نظر من تو این زمانه همون میدونیم اشتباهه واقعا. ولی چرا بازم با بدتر، مثلا بدتر شدن اوضاعمون همه چی رو میندازیم دست تقدیر رو، میگیم پول خوشبختی نمیاره و مثلا چه میدونم همه چی پول نیست و به نظر اون جاهایی که خیلی مثلا چیز میخوره شکست میخوره دیگه، میگه حالا ولش کن پول دیگه خوشبختی نمیاره، همه چی پول نیست که میدونی، چون جور دیگه نمیتونی خودمون راضی کنی. یه مثال قدیمی هست که پدران ما میزدن، میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف. دقیقا این داستان همون چیز هست که پوله نمیرسه، میگه حالا همه چی پول نیست که. حالا میخوام یکم فاصله بگیریم، دوباره بریم رو اون سیستم فیلم و گیم. آره فیلمو اصلا نگفتیم سریال. حالا میخوام تو این برنامه هم یه فیلم بهتون معرفی کنم، فیلم فایت کلاب یا باشگاه مشت‌زنی که از دیوید فینچر. خیلی فیلم قشنگه، من دیدم شده خیلی فوق‌العاده. اگه دیدید باز هم ببینید، خیلی فیلم قشنگه. آره. بازم خبری از اسپویل تو این برنامه نیست، چون من اصلا خودم خوشم نمیاد اسپویل کنم چیزی بود. توی یه سکانس نقش اصلی فیلمو میبینیم که ساعت‌ها برای دکور خونه‌اش وقت گذاشته و که بهترین وسیله رو انتخاب حالا ادوارد نورتون یه جا میاد خونه، این چیز ایکیا رو واکره داده، زنگ میزنه مثلا من مبل رو میخوام، چیزو میخواد که مثلا بتن دکور رو بخره. ولی چون میدونید با خرید بیشتر بازم ارضا نمیشه، هم کمتر راضی میشه. میدونید به متریالیسم دقیقاً همینه. خب یعنی شما یعنی هر چی بیشتر به دست میاره بیشتر دلش میخواد داشته باشه، بیشتر دلش میخواد اضافه بکنه، همچین چیزی هست. یه مثال خیلی ساده تر برات بزنم، شما با نوشیدن آب یخ تشنگی هیچ وقت برطرف نمیشه. آره خدا میشه، آب یخ هر چقدر میخوری بیشتر تشنه میشه تا اینکه تشنگی برطرف بشه. دقیقاً افراد تو هر چیزی نتیجه عکس میده.
یعنی شما تو هر رفتاری که افراد داشته باشی نتیجه عکسشون، مثلا آقایون توی اصلاح ریششون موقع که میخوان خط ریششون رو در بیارن از این سمت میان یه خط میزنن، برای هر چی میزنی میخوان اینو با این مساوی کنی، این بالاتر این بالا آخر سر. دقیقا خانوم ها هم میتونن براتون مثال بزنن که توی من تو مثلا خط چشم و ریمل کشیدن اینا این افراد دارن. اینا شهیده بودم که مثلا خط چشم تو خانوم ها مثلا. دقیقا همین. پس به این نتیجه میرسیم هر چی بیشتر به دست بیاری بیشتر احتیاج پیدا میکنی. این تو ذات آدم هاست، یعنی انسان ها همشون ذاتشون این شکلیه. آره واقعا آدم هرچی بیشتر جلو میره بیشتر به دست میاره بیشتر احساس میکنی کمبود داره. تو هر چقدر پول داشته بودی بازم میگه آقا این کمه، مثلا این بیشتر میشد خیلی بهتر بود. حالا یه سوال ازت میپرسم، چقدر آدم دور و برت میشناسی که حاضرن همه چیشون رو بدن ولی مثلا بهترین گوشی آیفون رو داشته باشه؟ یعنی بهترین گوشی، مدل بالاترین گوشی بزن. خیلی هست الان صد درصد، خیلی هست دوست دارم مثلا یارو همه چیشو میده میده مثلا یعنی آیفون میخره، یا مثلا قصی میره طرف آیفون میخره، مثلا آیفون 14 داشته باشه، مثلا جدیدترین نوع آیفون داشته باشه. دقیقا، یا مثلا بره لباس بخره، یا مثلا همه چیشو میده بره فلان برند بره لباس خوب. خیلی این حالا شما من بینندگان دارن از خودشون میپرسن چه ربطی به سیمولیشن داره؟ من میخوام اینجا الان بهتون بگم که چه ربطی به سیمولیشن داره. یه زمانی گوشی که دستتون میگیرید فقط قابلیت تماس صوتی رو داشت، زمانی که دکمه بوده، دکمه بود، یه گوشی های ساده بود کاملا، یعنی تو زمان خودش یه چیز خیلی مواردی تکنولوژی اون موقع اونجوری بوده. ولی خب من با یه گوشی کوچیک، یعنی مثلا شما تلفن خونتون بوده سیم داشته وضع میکنید، بعد مثلا تو خیابون چه تکنولوژی خیلی خوبی بود، خیلی جدیدی بود اون موقع، ولی خب نسبت به الان نگاه می‌کنید خب هیچی نداشت، خیلی چیز افتاده. ولی خب یه سری خصوصیت های خوب داشت. شما وقتی که سیم کارت رو تو گوشی در میارید و باتری رو تو گوشی در میاردید دیگه هیچ جا قابل ردیابی نبود. آره دیگه، تو وقتی باتری رو در میاردید کلا از شبکه خارج، از شبکه خارج میشه، دیگه هیچکی نمیتونه پیدا کنه کجایی چجوری. حالا شما تصور کن که الان آیفون خریدی و الان ثابت شده که آیفون تو هر 5 ثانیه داره از شما عکس میگیره. جدی هست همچه چیزی؟ پنج ثانیه پنج ثانیه رکس میبینه؟ چرا؟ پنج... چبار میکنه؟ خب این همون قضیه که شما باید کنترل بشید. یعنی میخوام بگید همه ما داریم از طریق همین گوشی ها کنترل میشه. ببینید خیلی ساده است، شما مثلا این گوشی ها که دستت میگرفتی وقتی که باتریشو در میآوردی همه چیز اون، یعنی اون سیستم هوشمندش، اون هوش مصنوعیش در اون حد بود. وقتی که باتش در میاد دوباره باتش مینداختی شما بعد تاریخ و ساعت شما آره همه چی صفر میشد، همه چی برمیش مثلا میگفت 2000 مثلا ساعت تو صفر کن دوباره فلان کن. ولی گوشی موبایل اندروید مثلا اندروید آی او اس تو یا الان هر چیزی که دیگه نرم افزاری گوشی هوشمند شما الان خاموش کنید یه هفته هم خاموشش کنید بعد که روشنش میکنید همه چی همون لحظه میاد بالا، همون ساعت، همون آره در جا تاریخ داره میره انگار. اصلا به خاطر که هیچ وقت گوشی خاموش نمیشه، همیشه تو استنبایه، همیشه تو استنبایه. حافظ جان یه مثال خیلی ساده تر دارم بزنم، شما وقتی که یک کامپیوتر خونگی رو باز بکنید مادر بوردش نگاه میکنی توی مادر بوردش ببینی یه باتری گرد هستش. آره یه باتری بکاپ داره روی مادر بورد. اون باتری بکاپ شما در بیار دوباره جا بزن، بعد کامپیوتر تو روشن، تمام داده های ساعت و تاریخ رو دوباره از اول بگیر. آره دیگه بایوس، اطلاعات بایوس میون چون شما با در آوردن اون باتری دقیقاً داری هوش مصنوعی رو قطع می‌کنی. یعنی می‌خوام بگم که این هرچی پیشرفته تر که شده ماها بیشتر تحت کنترل شدیم. دقیقاً. یعنی با گوشیامون با این چیزای هوشمندی که داریم، چه بدونم مثلا ساعت هوشمنده، گوشی هوشمنده، هر چیزی که اسم هوشمند رو میچسبونم بهش این قابلیت ردگیری ما رو داره. تلویزیون های هوشمند الان تلویزیون های نسل جدید دوربین دارن، بس میشن به اینترنت دوربین دارن، خب اونا هم شما رو دارن دائما کنترل میکنن، محیط زندگی رو کنترل میکنن، گوشی دائما داره کنترل میکنه. خب این خطرناک نیست؟ حالا چرا به نظر چرا باید برو کنترل؟ همیشه گفت خیلی بده، همیشه گفت خیلی خوبه. حالا خوب بودن یه سری افرادی هستی که سودجوان، یه سری خلاف ها میکنن، یه سری کارهای غیرقانونی میکنن که کنترل میشن، ولی خب دیگه همه چیز تو رو کنترل کردن به خاطر اینکه
تو رو همیشه محتاج این تکنولوژی کنن، این نقطه قوت این سیستمه. یعنی همون سیمولیشنی که بهتون گفتم تو برنامه های قبلی که دائما شما در حال کنترل هستید، نسخه هاتون ایدار کنترل میشه، داستان همونجاست. حالا یعنی این هی داره پیشرفت تکنولوژی بابت اینه که ما راحت تر و پیشرفته تر کنترل بشیم. آره زیاد نمیخوام به ترسونتون، چون اصلا ترسناک نیست که، کاملا عادی، چیز خیلی عادیه و اصلا قسمت ترسناکی وجود نداره داخلش. ببین مثلا مثال ساده بسات بزنم، وقتی که شما تو آینه نگاه میکنی تا انعکاس نور رو نبینی، خب خودت هیچ وقت تو آینه نگاه نمی‌کنی، یعنی چشم ما کلن سیستم چشم ما اینه که آقا شما نور باید یه چیزی بتابه به تو دقیقا انعکاس پیدا کنه. نور وقتی منعکس میشه به یه جسمی ما میتونیم ببینیم، تا زمانی که نور منعکس نشه علم ثابت کرده این هم همون شکلیه، این هم خیلی قابل فهم و درک. مثلا اینی که ما مثلا داریم شنود میشه، حالا شنود نگیم، داریم کنترل میشه، میشه تو عادی عادی چیز خطرناکی نیست، مثلا همه بگم خب الان گوشی های ما مثلا داره شنود میشه، چه دارم گوشی ما داره کنترل میشه، چیز عادیه. واسه اینکه مثلا جلوی اون خرابکارا رو بگیرم، اونایی که کار خرابکاری دارن مثلا. حالا میفهمیم که چرا متریالیسم داره ما رو مطیع شدن ما کمک میکنه. چه جوری دقیقا با همین؟ ساده است. آره از قدیم گفتن دشمنتو نزدیک خودت نگه دار. حالا چرا این مثالو میزنن؟ به خاطر اینکه هرچی دشمن از تو دورتر باشه فرصت فکر بیشتری داره، یعنی بیشتر فکر میکنی، موقعیت بیشتری داره که در مورد این فکر کنی که آزادی عملی بیشتری پیدا میکنی تو زهر. حالا برگردیم به اصل موضوع که همون متریالیسم راجبی صحبت کنیم. ببین شما گالری گوشی تو نگاه میکنید، ورق میزنید، هزاران تا عکس مثلا توش میتونه باشه، این عکسی هیچ مورد استفاده قرار نمیگیره، اصلا دیده نمیشه، حالا عکسی هست پاک هم نمیکنی، مثلا تو گالری نگاه میکنی به در نمیخوره، عکس نمیدونی مثلا کی بوده چی بوده، ولی عکس رو پاک هم نمیکنی، شاید یه روزی استفادهش کنم، نمیدونی پاک کنی پاک نکنی، به کارت میاد به کارت نمیاد. ببین هر وقت تونستی از تمام پتانسیل های موجود تو زندگی استفاده کنی و اونا رو به مرز محدودیت هاشون برسونی موفق میشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه گوشی دارم، خب اصلا با تبلیغات تلویزیونی و اینا دلم مثلا راضی نمیشه که گوشی عوض کنم، من گوشیمو تا زمانی نگه میدارم دستم که کاملا غیر قابل استفاده باشه، من برم تازه گوشی نو بخرم، یعنی 5 سال 6 سال شاید 10 سال بگذره، یعنی که تا جایی که کار نکنه اصلا دیگه قابل استفاده نباشه، دیگه قابل استفاده تا اونجا ادامه بدی، اونجاست که تو بردی، اونجاست که تو گول این سیستم رو نخوردی. پس یادمون نره پیشرفت علم مساوی با پیشرفت تو همه چیزه، یعنی شما همه زمینه هایی که دنبالش هستی، زیبا شناسی فلان، همه چی مساوی با پیشرفته، یعنی علمه که پیشرفت میکنه همه چی با هم داره پیش میره، آره. همه جلو داره میره، همش با هم میره، مثلا دنبال ساده تر شدن واسه همه چیز، یعنی شما آره دیگه تو علم پیشرفت میکنه که زندگی واسه ساده تر میشه، اصلا تو این مسیر مثلا جلوی پیشرفت رو نمیتونی بگیری، خب اصلا درست نمیشه، یعنی مسیر راه خودش رو میره و تو هم راه خودت میری. حالا اگه تو دام این موضوع بیفتی زندگی برات سخت میشه، هی بخوای خودت رو آپدیت کنی، هی بخوای چیزای جدیدی که میان بیرون، متاسفانه خیلی همین جوریم، من خودم به شخصه همون هی دوستام هر روز مثلا ما میتونیم از این وسیله هایی که الان دستمونه به بهترین شکل استفاده کنیم سالیان سال، خیلی اصلا نمیدونیم چه قابلیت هایی داره خیلی از وسیله هایی که داریم. حالا من یه سوال دارم ازت، میدونی فرق آدم ضعیف با آدم قوی چیه؟ از لحاظ چی مثلا چجوریه؟ از لحاظ قوی حالا بدنی جسمیه همه چیه؟ میدونی آدم ضعیف تو زندگیش مثلا چجوریه؟ ببین آدم ضعیف وقتی شکست میخوره پا پس میکشه،
اصلا همه چیزی میده تقصیر تقدیر و شانس و قدر و قضا. شانس همون نبوده همه چیز، یعنی همه آسمون و ریسمون میگفته که تقصیر من نبوده، همه چیز دست به دست هم داده که من شکست بود تقدیر ده بود. یعنی آدم قوی کسیه که من ضعفشو تو اون شکست بپذیره و نقطه قوت تبدیلش کنه و دوباره تلاش کنه، اصلا پا پس نمیکشه و تو همون زمین واسه ما همون هدف داره میجنگه. پس اونی که شکست رو قبول میکنه از نظر تو ضعیف است، ولی اونی که ادامه میده و اون ببین فرق هست بینشون، ببین اون که قبول جفتشون هم قبول میکنه ضعیفه قبول میکنه ولی میگه تقدیر بود، خودش تقصیر رو گردن نمیگیره، میگه من همه کارم کردم نشد. ولی قویه میگه مقصر من. شما همیشه یادتون باشه آدمه که قویه و عاقله شکستش رو قبول میکنه و دنبال بهتر شدن و بروزتر شدن خودش میکنه. ما تو جلسات قبلی گفتیم بهتون نسخه کاملتر خودش یعنی همه تلاشش رو میگیره به کار که بهترین نسخه خودش باشه، بهترین نسخه و تکامل یافته ترین نسخه از خودش باشه. اگه صحبتی مونده که میخوای صحبت آخر رو شما انجام بده؟ صحبتی که نمونده، خب بحث متریالیست واقعا بحث گسترده ایه و موضوعات پیچیده تره. حالا خیلی میشد خیلی گسترده تره و موضوعات خیلی پیچیده تره داده. ما تنها هدفمون تو این برنامه ها اینه که بتونیم یه خطی رو به شما معرفی کنیم، یه مسیری رو باز کنیم که بتونیم یه مسیری باز بشه که حداقل کمی تفکر کنیم. شاید تعداد محدودی این حرفا رو قبول کنن، شاید هم یه سری‌ها بگن نه اینا خیلی مقاومت کنن، مثلا که چی مثلا از کجا رو چه حسابی دارید، ولی تلاش کنیم که خلاف جهت آپشن کنیم و چیزهایی رو که به خوردمون میدن رو باور نکنیم. همون اول هرچی گفتن نگیم اوکی، تحقیقی بکنیم یکم در موردش بخونیم، تفکر کنیم، فکر بکنیم در موردش. تفکر چیز خوبی، یعنی رو شما راجع به شما حتی میخواید بری مغازه یه چیزی رو بخری راجبش تحقیق میکنی، چون میخواید از اون استفاده کنی. ببینی اصلا اون احتیاج هست واقعا، مثلا اونو میخوایش واقعا دقیقا. چرا نه، مثلا چیزی وجود نداره دور و اطرافت بتونه کار اونو انجام بده واسد. دقیقا تحت تاثیر عوامل بیرونی خودمون قرار نگیریم، تبلیغات فکر قرار نگیریم، همه چیز برای فروش. خیلی قشنگ بود. خیلی خوشحال شدیم اینکه در خدمت شما بودیم. اگه این برنامه رو دوست داشتید این پایین سابسکرایب بکنید، برام کامنت بذارید، هر سوالی هم داشتید بپرسید از استاد بپرسید. تو برنامه‌های بعدی اگه دیگه صحبتی نمونده خداحافظی بکنیم. نه، همه شما دوستان رو به خدای بزرگ بسپارم، ایشالله راه های قشنگی تو زندگیتون پیش بگیرید و خلاف مسیر فقط شنا کنید. خلاف مسیری که همه میرن، همه میرن، یک کم تفاوت میشه. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشید، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار، خسته نباشید.